درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی تلویزیون میان، همچنین درود به جناب بهبهانی. من امیدوارم که بینندگان و شنوندگان گرامی هفته خوشی رو گذرانده باشند و هفته خوشی دیگری در پیش داشته باشند. در هفته ای که گذشت اتفاقات مهمی در بازار سهام افتاد و به طور کلی تغییراتش خیلی قابل ملاحظه بود. البته گفته میشه که خیلی ها نگران از این سطحی هستن که بازار سهام هستش و فکر میکنن تصحیح یا کورکشن بزرگی در پیشه. به خاطر همین هم یه مقداری کسانی در بازار سهام مثلا سهامشون رو میفروشن و این باعث شده که یک وقفه‌ای بیفته در بالا رفتن بازار سهام، بلکه علاوه بر اینکه بالا نرفته پایین‌تر هم اومده. اجازه فرمایید من سعی کنم ببینم که میتونم البته مثلا این سفر با شما به اشتراک بذارم. هم مشاهده بکنیم که بیزه فرمید بله همچنین مشاهده می فرمایید در حال حاضر البته تغییرات خیلی شدید از صبح تا حالا بوده، مثبت شده، منفی شده. همچنین که داو جونز رو بزنید من بزرگتر کنم تصویر شد. همچنین مشکلی فرمایید در ابتدا داو جونز مثبت بوده، رفته بوده بالا و بعد خب به شدت اومده پایین و دوباره تا حدودی جبران کرده، ولی همینجور بازم به شدت رفت پایین، ولی خب الان بازم این مقدار اومده بالا و این تغییرات خیلی شدیده و همینجوری گفتم زیاد اعتماد نیستش که انتظار میره که یه تصحیح بشه بازار سهام به معنی که 5 یا 10 درصد یا کمتر از این بازار سهام پایین بره. به خاطر همین هم هستش که عده زیادی پولشون رو برداشتن. ببینیم برگردیم توی این ببینیم در هفته گذشته، از هفته گذشته تا به حال چه اتفاق افتاده، چون این تغییرات ما بهتر میتونیم مشاهده کنیم نسبت به هفته پیش تا حالا. همینجوری از هفته گذشته پنجشنبه گذشته مشاهده میکنیم 23700 بوده که در روز بعد ماندی بوده، دوشنبه بوده که به شدت پایین رفته تا 23600 رسیده و خب روز بعدش افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت و خب دوباره شروع کرده رفته پایین. یعنی مشاهده میکنید که به طور کلی در کل اگه توجه بکنیم به خط مستقیم اگه بکشیم در اینجا به این دو نقطه رو بند وصل کنیم، می‌بینیم که بازار سهام در اصل افزایش پیدا کرده نسبت به چیزی که هفته پیش بوده. ولی خب رو هم رفته این تغییرات باعث میشه عده به ضرر بفروشن سهامشون و یک ثبات متوسط الحالی هم حتی در بازار سهام در حال حاضر نیست. زیر فرمایید و برگردیم به تصویر اصلیمون. همونجور مشتری فهمی نزدک هم 19 پوینت پایین اومده و S&P 500 هم که 500 شرکت بزرگ امریکایی 3 پوینت ایوان بیشتر 3 پوینت اومده پایین، نزدیک 4 پوینت و رسیده 0.16% هم ارزش پایین تر رفت. این وضعیت که در حال حاضر بازار سهام داره و معمولا به این شکل که هستش تقریبا فلته، تغییرات قابل ملاحظه اتفاق نیفتاده. در هفته که گذشت
استتاب کالیفرنیا ایجاد شغل در جولای رو اعلام کرد و در ماه گذشته در کالیفرنیا 82600 شغل جدید تولید شده و نسبت به سال گذشته در همین جولای، در برای جولای سال 2016 که 60000 خورده شغل تولید شده بود، در این جولای بیشتر شده، خیلی 82600. البته ماه پیش قبل از اون در جون منفی بوده یا به خاطر بیارید، و ماهای قبل هم همیشه من روی 20000 نفر شغل تولید شده یا کمتر. البته در ماه اکتبر برفرض خب زیاد بوده، ولی خب به طور کلی از امسال از جنوری همیشه زیر 20000 بوده و این تغییر قابل ملاحظه ای که یک بار 82000 شده شغل تولید شده. البته این قابل توجهه که اینجور که به اصطلاح وقتی برکدان در جزئیات وارد میشن ببینن شغل ها کجا تولید شده، چون آموزشگاه ها، دبستان ها، دبیرستان ها و دانشگاه ها داره باز میشه، اونها شغل اونجور گفته میشه که 1.7% از این شغل تولید کردن یا در 18800 معلم به صلاح استخدام کردن و همینطور در هتل ها و رستوران ها شغل جدید تولید شده. البته وقتی که دولت شغل تولید میکنه نشانه خوبی برای اقتصاد نیست. اقتصاد وقتی نشانه خوب وجود داره براش که شرکت های خصوصی شغل تولید میکنن، ولی وقتی دولت شغل تولید میکنه این یک جنبه مصرفی داره کاملا و جنبه تولیدی نداره. و هرچند خب آموزشگاه ها در طویل مدت نیروی انسانی تربیت میکنن، کارشون خیلی مهمه، ولی با این وجود با اون شکلی که برفرض ساختن یا تولید کردن چیزی کالایی تأثیر میذاره توی اکانومی، این تأثیر نمیذاره میشه. ولی در ازاد همینطور قبلا صحبت شده بود، شغلی که در امریکا تولید شده بود 209000 نفر بود در ماه جولای و کمتر از یک سوم از این شغلی که تولید شده در کالیفرنیا تولید شده. خب نشون میده که چقدر اقتصاد کالیفرنیا مهمه واسه امریکا. همینطور بیکاری هم در کالیفرنیا 4.8% رسیده، البته یه مقدار افزایش پیدا کرده، در که گویا قبل از این بوده 4.6 یا 4.7، ولی خب یه مقدار افزایش پیدا کرده. بیکاری، البته این افزایش بیکاری در حالی که شغل تو بیشتری هم تولید شده مربوط میشه به اون که کسانی که دنبال شغل نمیگشتن الان دارن دنبال شغل میگردن، چون زیاد مایوس نیستن که نتونن شغل پیدا کنن. برای همینم هم کسانی که شرکت نداشتن در بازارش به صدا شغل تلاش میکنن شغل پیدا کنن و این باعث میشه که اون درصدی که میتونه کار بکنه و کار نمیکنه بالاتر بره. البته من اینجا شمارش رو دقیقا ندارم چه درصدیه، ولی اینجور که بله 61.9% از کسانی که میتونن کار بکنن در فرقه کالیفرنیا کار میکنن. خب این یه از که 40% میتونن کار بکنن و کار نمیکنن، خب در هر صورت یه جوری بعد زندگیشون بگذره و نشون میده که اون جامعه اونقدر مولد نیستش. البته پیشتر 100% از کسانی که میتونن کار بکنن کار نخواهند کرد، ولی خب لااقل میشه انتظار داشت که این 70 یا 75% بشه، هرچی کمتر بشه این دیگه که کار نمیکنن
نشون میده خب جامعه ثروتمندتره و پول بیشتری در گردشه. ولی خب وقتی نزدیک 40% کار نمی کنن، خب یک چمپه خیلی منفی داره برای اقتصاد امریکا. این از جریان تولید شغل بودش که در امریکا خیلی مهمه، ولی خب ظاهرن در میان سیاست ورز ایرانی زیاد اهمیت نداره. یکی از اتفاقایی که در هفته پیش افتاده بحثی بود درباره اهمیت نفت در صنایع. همونجور که اطلاع داریم خب خیلی از صنایع دارن متکی به گاز، مخصوصا در امریکا بیشتر کارخانه‌های تولید برق از زغال سنگ دارن تبدیل میشن به گاز و نفت هم مصرف نمی‌کنن، گاز مصرف می‌کنن. و از طرفی دو اتومبیل‌های برقی و هایبرید که هم موتور دارن هم برقی هم ازدیان زیادتر میشن به صرف نظر این دو اتومبیل‌هایی که با هیدروژن کار میکنن، اونا هم دارن وارد بازار شدن. و اینجور که گفته میشه خب در حال حاضر در امریکا برفرض چیزی لازم 10% اکانومی اقتصاد امریکا به نفت بسیره، ولی پیشبینی میشه که این 6% برسه در دهه آینده. و این نشون میده خب اهمیت نفت داره در دنیا به طور کلی پایین میره. و از طرف دیگه اقتصاد چین که در حال رشد شدید 10% بودش تقریبا داره متعادل میشه و میره توی برنامه 4-5-6% که احتمالا هر سال پایین تر خواهد اومد. خب هرچه اکانومی بزرگتر بشه درصد رشدش هم کمتر میشه. در فرض اکانومی امریکا که چیزی نزدیک 20 تریلیون دلار خب و 1% رشد بده کنه، خب مقدارش خیلی زیاده، ولی خب 1% ولی تقریبا سعی میکنن برسوننش به 3%. تصور برای اینه که 3% باشه قابل قبوله و رشد اقتصادی وجود داره، ولی پایین تر از اون حتی زیر 2% در جا زدنه. از طرف دیگه بحثی که هست در امریکا اینه که من شنیدم که صحبتی که میشد 50% از نیروی مولدی که در امریکا هستش مهاجران به امریکا هستن و این خیلی با اهمیته. و چنانچه این مهاجرت کم بشه این نیروی کار تولیدی هم خب کمتر خواهد شد و به طور کلی به نفع اقتصاد امریکا نیست. این بحثیه که دولت ترامپ مطرح کرده که جلوگیری بکنه بر فرض مهاجرت غیرقانونی که تا حدودی هم به جریان مهاجرت قانونی هم کشیده شده، که بر فرض در اون مورد که شرکت‌های بزرگ امریکایی میتونن متخصص وارد بکنن، استخدام بکنن از خارج و براشون گرین کارت بگیرن، حتی با اونم بحث هستش که دست بزنن و کمترش بکنن. و همینطور صحبت دیگه ای هم که هستش که جامعه هایی که خیلی پیشرفته هستن و تکامل یافته هستن مثل امریکا و اروپا در یه مرحله ای که در حال حاضر در اروپا اتفاق افتاده در امریکا در حال اتفاق افتادن، تولید نسل پایین میاد و تعداد بچه‌هایی که به دنیا میان کمتر میشه و اینی که باعث میشه که بیشتر اقتصاد این کشور اروپایی و امریکایی به مهاجرت وابسته میشه که نیروی جوان بیاد توش. شاید به همین دلیل بود که آلمان برفرض 1 میلیون مهاجر سوریهی رو پذیرفت و امریکا هم چنین وضعیتی رو داره. و اینجور که صحبت میشه اگه بتونه امریکا به همین شکل استعدادهای خوب رو جذب بکنه رشد اقتصادیش اضافه خواهد شد، افزایش خواهد یافت. رشد صنعتیش و یا به اصطلاح اینونشن ها یا اختراعهای جدید، اکتشافات جدید. و چنانکه این رشد به اصطلاح درصد مهاجرت استعدادها یا به قول در ادبیات مرسوم در میان ایرانی و فرار مخص ها گفته میشه ادامه پیدا بکنه، خب
رشد اقتصادی امریکا پایین خواهد اومد. البته چه مشکلی ایران نداره، چون نه تنها به دنبال جذب استعدادهای خارجی نیست، بلکه بیشتر برنامه‌اش بر این اساسه که استعدادهای داخلی هم فراری بده. همونجور که ما مشاهده میکنیم که به طور کلی کمتر کسی که در ایران باشه که و تحصیلات عالی داشته باشه و نخواد به خارج سفر بکنه یا مقیم خارج بشه. همونجور که ما میبینیم با وجود تمام مشکلاتی که وجود داره، مهاجرت به خارج به ویژه کانادا و امریکا، البته امریکا خیلی کمتر، به شدت ادامه داره. بله، البته در امریکا به ویژه در کالیفرنیا، بازم به ویژه در شهرهای بزرگ لس آنجلس و سان فرانسیسکو، بحثیه که مشکلی که ایجاد شده کمبود مسکن برای کم درآمد هاست یا درآمد های متوسط. حتی در لوسان در سان فرانسیسکو اگه 100 هزار دلار در سال یه نفر بسازه، بازم بود برای گرفتن پیدا کردن مسکنی که بتونه یه پولی هم برای زندگیش بمونه با مشکل رو روه. برای همین هم برفض در لس آنجلس، این نوابایی که شهر لس آنجلس میچرخونن، به این نتیجه رسیدن که بیان یه پول بیشتری بگیرن از مساکنی دیگه، کسایی که در اون ساختمون میسازن، دیولوپرها، یا با اون پول رو برن خرج کنن توی مسکن کم، برای کم درآمد مسکن بسازن. البته هیچ اعتمادی وجود نداره به این کاری که اینا میکنن. شهرهای لس آنجلس به عناوین مختلف پول میگیره از مردم، ولی به هیچ وجه نمیتونه اون کاری رو که میگه میخواد انجام بده انجام بده عملا. و به طور کلی هر پولی هم که میگیره از مردم برای هر منظوری، پولی که حرام میشه و هیچ، من شخصا هیچ اعتمادی بهش ندارم و هیچ اعتمادی هم به این کارشون ندارم، چون فقط این کاری که در حال حاضر شهر لس آنجلس داره میکنه یک علت دیگه میشه به سطح علت دیگه که در حال حاضر وجود داره و جلوگیری میکنه از ساختن مسکنهای ارزون قیمت. اگه در شهر لس آنجلس برفرض ما بگردیم، خیلی محله هستش که مشاهده میشه که زمینای زیادی همینجور افتادن و ساختمون توشون ساخته نمیشه، صرفا به خاطر اینکه ساختن به اصطلاح مسکن در لس آنجلس به ویژه خیلی گرونه، یعنی گرون در میاد. در اونم شما نمیتونید در لس آنجلس خونه ای پیدا کنید که ارزشش کمتر از 500,000 دلار باشه، یعنی نوساز باشه. به این مشکل عمده ای که وجود داره و مسئولیتش هم بیشتر با دولت لس آنجلس یا شهرداریشه تا کسانی دیگه. به عنوان مثال، خب جمع‌آوری آشغال یکی از وظایف شهرداریه، ولی در شهر لس آنجلس این جمع‌آوری آشغال روز روز گرون‌تر تمام میشه برای مردم و اقدامات جدیدی هم که کردن، قوانین جدیدی هم که گذروندن، در ظاهر برای دوباره بهره برداری کردن از آشغال یا ریسایکل کردنه، ولی در عمل یک بحرانی ایجاد کرده و خرج آشغال رو برای خانواده ها سه برابر کرده و این هم یکی از کارهای دیگه که در اینجا اتفاق افتاده. البته بحث زیادی میشه در ایران که همیشه هر وقت میخوان پروژه ای اجرا بکنن میرن از خارجا پول قرض میکنن یا قرارداد با خارجا میبندن. البته این هم همیشه یک علتیه که مخالفین رژیم شروع میکنن تبلیغ برایش کردن، مثل هم قرارداد توتالی که ایران جمهوری اسلامی بسته با یه شرکت فرانسوی که توتال اسمش. ولی خب در امریکا کار دیگه میکنن معمولا و اون اینه که به این شکل که
بانک منتشر میکنن که در روش گفتن قرضه ملی، البته اوراق بهادار بشیم که بگیم بهتر، و از خود مردم خودشون پول قرض میکنن. شرکت ها این کار میکنه، دولت امریکا این کار میکنه، شهرداری ها این کار میکنن و به این ترتیب به چاد احتیاج به پول خارجی ندارن، مستقیما قرض کنن ازشون، از مردم خودشون قرض میکنن و چون خیلی اعتبار دارن، بهره خوبی هم میدن. مثلا شما اگر از اوراق بهادار کالیفرنیا رو از دولت کالیفرنیا رو بخرین، بهرهتون از مالیات دولت فدرال مجزا میشه، نمیتونه دولت فدرال تو مالیات بگیر ازتون، معاف میشه. و خب این یه انگیزه میشه که خیلی از مردم در کالیفرنیا میان باندا یا اوراق بهاداری که استیت آف کالیفرنیا منتشر کرده میخرن. البته چنین چیزی در ایران در سال 1310 وقتی مورگان شوستر خزانه‌دار کل کشور بود و مجلس شورای ملی پشتیبانی ازش میکرد، طرحی داشت که باند رو وارد ایران بکنه از نظر اقتصادی و به جای اینکه ایران از کشورهای خارجی قرض کنه، در ابتدا از مردم خودش قرض بکنه. ولی خب وقتی باند منتشر میشه، سرمایه‌گذاری خارجی هم میتونن بخرنش، بس یه چه شرکی براش بزنن. مورگان شوستر این کار رو میخواست در 1310 انجام بده در ایران. البته ایشون خدمات خیلی بزرگی به ایران کرد، پول خرج جنگ با محمد علی شاه رو که دوباره حمله کرده بود به ایران از شمال و قصد داشت که به صلاح برگرده پادشاهی، تأمین کرد و خیلی آدم جدی بود و مالیات هایی که از ثروتمندان نمی دادن جمع می کرد. و یکی از همین علت هایی هم که باعث شد که دولت روسیه تزاری در اون زمان بخواد که بیرونش کنه دولت ایران، این بود که چند تا از اون ثروتمندان قاجار که زیر حمایت سفارت روسیه تزاری بودن، ایشون اموالشون رو به صلاح مصادره کرد به نفع اینکه مالیات نداده بودن و این باعث شد که ایشون بیرونش کنند. در اصل صحبت بان بود و اوراق سام اوراق بهادار بود که میتونه یک کشور برای خودش منتشر بکنه و بهره‌ای بده و برای کاری که میخواد انجام بده با اون پول. ولی خب در ایران چنین رسمی نیست و بیشتر دولت ایران چشمش به دست خارجی هاست. صرف از اینکه چقدر پول داشته باشه، چقدر نفت و چه قیمتی بفروشه، در صورت دست گدایی هست. حالا میخواد برای استخراج نفت باشه یا میخواد برای ساختن چیزهای دیگه باشه. نمونهش هم همین بود که در لس آنجلس تایمز اعلام شده بود که بانک هایی میخواد لس آنجلس برد که استیت آف کالیفرنیا میخواد منتشر بکنه $3 بیلیون بانک تو منتشر میخوام بکنن پرپوز فور لو اینکام برای ساختن خونه های ارزان قیمت، $3.8 بیلیون بان میخوام منتشر کنم برای به صلاح فراهم کردن تسهیلات برای ما انتقال آب و انبار کردنشون و ساختن پارک ها، $7.9 بیلیون هم بان میخوام منتشر بکنم برای اینکه امپروومنت بازم برای تسهیلات که به صلاح آب از یه نقطه ایالت به یه نقطه دیگه برم و ذخیرش بکنن. بعد تمام این باندهایی که منتشر میشه باید پس بدن پولش رو، ولی خب با بهره قرض میکنن و ضمانتش هم دولت میکنه و کسان هم که این قرض میدن مردم امریکا هستن و کسان هم که پول اضافی دارن میتونن این باندها رو بخرن. اصلا این نشون میده که یه ملت میتونه با منابع خودش متکی باشه و احتیاج نداره که حتما بره از خارج قرض بکنه، هرچند که این باندها وقتی منتشر میشن خارجی ها میتونن بخرن. به عنوان نمونه باندهایی رو که دولت خود امریکا چیزی نزدیک $20 تریلیون بدهکاری داره و این خیلی از این
مانگایی هم که منتشر کرده برفت چین و ژاپن و کشورهای خارجی خریدن که گفته میشه چین نزدیک 3 تریلیون دلار از این باندهای امریکایی خرید. خب یه بهره قابل ملاحظه‌ای میگیره و اعتماد قابل ملاحظه‌ای هم به امریکا وجود داره و این بدهکاری دولت فدرال امریکا همیشه افزایش پیدا میکنه و کم نمیشه به هیچ وجه. یکی از ایرادایی هم که بهش گرفته میشه اینه. در هفته گذشته اتفاقی که افتاد، من با یه مقاله روبرو شدم از گنجی درباره خمینی و برخوردش با مصدق. البته نظرات مختلفی داره ایشون به عنوان یه حزب اللهی و اسلام سیاسی. نکته قابل ملاحظه‌ای که ایشون مطرح کرده اینه که سرنگونی رژیم مصدق بیشتر دست نسبی ها بوده و البته این یک ایشون در سال 32 شخصیت شناخته شده اسلام سیاسی بوده و پشت سر کاشانی بوده و اطلاعات دقیق تری دار از نظر سیاست در ایران و شکلی که نیروهای سیاسی در ایران داشتن. بحث در اینه که یک داستانواری هستش که اتفاقاتی در ایران میفته شون خارجی ها مسئولش هستن، به ویژه سرنگونی رژیم مصدق یا دولت مصدق که نسبت داده میشه به کودتای انگلیسی و امریکایی، در صورتی که رئیس ستاد ارتش درستان مصدق رئیس شهربانی و از فامیلای مصدقه که رئیس حکومت نظامی هم هست و با این وجود گفته میشه کودتای امریکایی و انگلیسی. البته خمینی گفته که ما سرنگونش کردیم از دولت مصدق و یه سیلی به مصدق زد و چون حرف ما رو گوش نمی کرد و علتهای خودشه داره. ولی نکته اساسی که من در این موضوع میبینم اینه که این گفته ایشون نشون میده که اتفاقاتی در ایران میفته مسئولش خود ایرانی هستن. البته خیلی از بخشای نیروهای سیاسی ایران مخصوصا بازنده ها همیشه علاقمندن که خارجی ها رو متهم بکنن، ولی واقعیت اینه که این نیروهای سیاسی داخلی هستن که سرنوشت ایران رو معین میکنن، نه کشورهای خارجی. کشورهای خارجی میتونن آرزو بکنن یه چیزی یه اتفاقی در ایران بیفته، در اون اتفاقی که میفته اون تغییرات سیاسی به پیش میاد دست نیروهای سیاسی داخل ایران. و البته این مقاله رو من تو فیسبوک هم گذاشتم از فقط تنها از این نظر که تأکیدش روی نقش نیروهای سیاسی داخلی ایرانه در شکل گرفتن بقایای سیاسی در ایران و من به شدت مخالف این هستم که اتفاقاتی از داخل کشور میفته به خارجی نسبت بدیم. البته این کار حرفی که خمینی زده و گنجی هم باش به شدت مخالفه، این یکی داستانواری که ساخته شده و ضد غربیه و حتی اتفاق بدی در ایران میفته به غرب نسبت داده میشه و اون حمله میکنه و اون زیر پاش خالی میکنه و خب من فکر نمی کنم مستندتر از خمینی و نقشی که اسلام سیاسی در سرنگونی دولت مصدق داشته کسی بتونه باشه. به خاطر همین هم از سیگال خوب علاقه این مورد قبول کسانی که میخوان دنبال کودتای امریکای انگلیسی برن نیستش، ولی واقعیت اینه که در 1332 اساسی که دولت مصدق سرنگون شد این بود که نیروهای مذهبی اسلام سیاسی موضعش تغییر داد و رفت به طرف سلطنت طلبا و هرچنین تغییر داده یعنی تا وقتی تغییر داده نشده بود مصدق سر کار بود. ولی خب این به این ترتیب خمینی من فکر میکنم منبع معتبریه که حرفی هم که میزنه، چون اینا همه با هم
همون شهرنگ با پنج شهر مشاهده کردیم، جلسه تشکیل میدن، تصمیم میگیرن و بعدش هم پامنبری هاشون میگذن تو خیابون ها، بسیاری داری چه تصمیم بگیرن و کدوم طرف بخوانی پامنبری ها رو بریزن تو خیابون. دست و نقطه خیلی جالبیه، من توصیه میکنم که همه این مقاله رو بخونم و شاید در طرز فکرشون این مقدار تغییر ایجاد بشه. بله، 30 دقیقه گذشت از این برنامه، اجازه فرمایید برگردیم ببینیم که در بازار سهام اتفاق چه اتفاقی افتاده در این 30 دقیقه، چون اینترنت من هم به خود اصول شده هم در حال حاضر داو جونز 9 پوینت پایین رفته، نزدک بیشتر پایین رفته، 22 پوینت پایین رفته و اسمش فرپانده هم 3 پوینت پایین رفته. هرچند که پایین رفتن اینا، ولی خب کاهششون اونقدر قابل ملاحظه نیستش و میشه گفتش که بازار سهام فلته یا تغییرات نکرده، ولی خب همشون منفی هستن در حال حاضر. نکته قابل ملاحظه دیگه که البته ما دو جریان های در این برنامه، جریان که در ونزوئلا اتفاق میفته که کشور خیلی پیشرفته امریکای جنوبی بود و با آمدن روکار شیواز و رژیم سوسیالیست شیواز این کشور خیلی به هم ریخته شده در حال حاضر و به سوی دیکتاتوری سوسیالیستی یا کمونیستی میره. من اون هفته پیش قبل صحبت شد کوبای عرشایی نفوذ دارن و اون رفراندومی که گذاشته شد برای تشکیل یک شورای ملی برای تغییر قانون اساسی انجام شد، حالا اعلام هم شده چقدر دروغ گفته شده درش و چقدر رأی که داده شدهش کم بوده و خب زیادتر از اونی که رأی داده شده اعلام شده و تظاهرات خیلی وسیع مرحله شده بوده در هفته گذشته، ولی در اساس این شورای تشکیل شده در حال حاضر و کسانی که هم درش هستن اعلام کردن که به مؤسسه نهاد قانونی هستن و میتونن قانونگذاری بکنن. و یه طرف دیگه مجلس واقعی ونزوئلا که مخالف مادروس رئیس جمهور دیکتاتور ونزوئلا اینو قبول نداره و در اصل در حال حاضر دو مرکز قانونی وجود داره، یکیشون انتخاب مجلس قانونی ونزوئلاست که از طرف مردم انتخاب شدن و با یک جمهور که ماجرا باشه مخالفن و یکی همین شورای ملی که اینا تشکیل دادن برای تغییر قانون اساسی انتخاباتی که برپا کردن و ادعا میکنه که کارهای هر کاری بکنه میتونه قانون بذاره. در طرف دیگه گذاشته بحث در این شد که امریکا اعلام کرده دخالت نظامی هم روی نیز هست، خب یه جنجالی رو ایجاد کرده، البته ما نمیدونیم که چه تصمیمی خواهم گرفت در اینجا در این مورد. آنچه ما میدونیم اینه که ونزوئلا در حال حاضر در تمام این دوران حکومت شیواز و مادرو که باید بیشتر از 10-15 سال باشه از نفت میخره از ونزوئلا و یکی از 750,000 بشکه در روز از ونزوئلا داره نفت به امریکا صادر میشه و هنوز هم این تحریم نشده از نظر صادرات نفت و این نفتی هم که ونزوئلا به امریکا صادر میکنه پول نقد میگیره برعکس نفتی که سایر کشورها میفرسته، چون بدهکار بهشون فقط اول پولیشو گرفته حالا نفت براشون میفرسته. و همونجور که اطلاع داریم وضع مالی وضع به اصطلاح مردم خیلی بده، وسایل احتیاجات اولیه زندگی مثل محصولات غذایی و لباس و غیره خیلی کمه، بیشترین تبهکاری ها در ونزوئلا اتفاق میفته، شهری
کشوری که بیشتر از همه جنایت درش اتفاق میفته در امریکای جنوبی و تمام اینا اگر به حکومت سوسیالیست ونزوئلا مربوط نباشه من نمیدونم به چی مربوطه، در حالی که هنوزم ایرانی های زیادی هستن که تبلیغ سوسیالیسم میکنن و خب اعتقاد دارن و ظاهرن هم تجربه هایی که میشه در دنیا نمیبینن. در هفته گذشته یه چیزی که من از دست دادم در باید صحبت بکنم این بود که دو فوتبالیست ایرانی، یکی به عنوان به نام مسعود شجاعی و دیگری به نام احسان حاجی صفی، از تیم فوتبال ایران، بازی در تیم فوتبال ملی ایران ممنوع شدن از طرف جمهوری اسلامی. علتش هم اینه که این دو فوتبالیست در چون در تیمای یونان بازی میکردن و یونان یک بازی داشته با اسرائیل، در اون بازی شرکت کردن، با اسرائیل مسابقه دادن، جزو تیم بودن که با اسرائیل مسابقه میداده، به خاطر همین هم چون با اسرائیل بازی کردن اینو از شرکت در تیم ملی ایران محروم شدن. البته این من در اخبار ایرانی زیاد نشنفتم در بارشون. هر شما میدونیم که جامعه سیاسی به اصطلاح مخالف جمهوری اسلامی هم در ضد اسرائیلی بودن با جمهوری اسلامی رقابت میکنه و خیلی تبلیغات شدیدی برای ازای اسرائیل میکنه و هیچ اشکالی هم نداره براش که در از این نظر در موضع جمهوری اسلامی قرار داره، صرف نظر از این که ما بحث شده در بود بیشتر در بارش پیش از این که خیلی از مخالفان جمهوری اسلامی در موارد بیشماری با رژیم جمهوری اسلامی موضع یکسانی دارن. یکی از اون موضوع یکسان همین ضد اسرائیلی بودنشه. البته اینو میگم ما ضد اسرائیلی نیستیم، ما ضد یهودی نیستیم، ما ضد رژیم اسرائیل هستیم. البته ما میدونیم که یهودی ها در کشور اسلامی چه سرنوشت دچار میشن و چقدر امکانات برشون وجود داره. ما نمونه در ایران بر فرض یهودی ها چقدر امکانات دارن که موفقیت های صنعتی داشته باشن و اگه موفقیت صنعتی هم داشتن و پولی هم داشتن مثل سال پاسال تمام اموالشون مصادره شده و خودشون هم تیربارون شده، البته یه جور میان براشون میسازن. ولی خب این ضد اسرائیلی بودن که در واقع ضد یهودی بودنش نشون میده هر کسی صحبت میکنه دربارش، در این مورد مشاهده میکنیم که دو تا فوتبالیست ایران هم که به طور غیر مستقیم با اسرائیل بازی کردن این سرنوشت دچار شدن و نمیتونن در تیم ملی ایران بازی کنن. بسیار خوب، اجازه فرمایید برگردیم به بازار سهام و یک نگاهی بکنیم ببینیم بازار سهام در چه حاله. اجازه فرمایید من یه نگاهی بکنیم به کامادیتیز، اشتراک بذارم با شما. برای همچون مشته این فرمید ارزش نفت امروز پایین رفته، 47.23 سنت و 2.44% رفته پایین، مقدارش هم هست 1.18 دلار. البته اینکه قیمت نفت رفته پایین یه معمایی برای من الان، چون امروز صحبت از اینه که یک طوفان دریایی داره، یک
هاریکن یا طوفان دریایی در خلیج مکزیک وجود داره که به صورت به طرف تگزاس داره میده و بره به تگزاس و میخواد میتونه مثلا یه فیت رو بارون خواهد اومد در اونجا 12 اینچ. خیلی از این پالاشگاه هایی که در تگزاس هستن گفته میشین هستی 50% از پالاشگاهی که امریکا داره زیر اثر به خاطر این هاریکن یا طوفان دریایی ممکن زیر آب برن و تولیداتشون متوقف بشه و همجور خب تولید نفت یا حمل و نقلش با مشکلات رو بروی میشه و من انتظار داشتم که قیمت نفت رو بالا چون وارداتش هم با مشکل رو میشه وقتی در خلیج مکزیک یه چنین هریکینی هستش طوفان بزرگ دریایی هستش معمولا کشتی‌ها نمیان توی صبر میکنن تو طوفان بگذره بعد وارد این خلیج میشن یا وارد این مسیرش میشن که طوفان وجود داره بعد وقتا میرفت بالا ولی خب رفته پایین و الان هم فرصتی نیست که من بتونم علتی که ارزش هر بشکه نفت اینجور پایین رفته همینجور صحبت که وقتی شد در ارزش اهمیت نفت در صنایع جهان که در دهه آینده به 6% خواهد رسید و شاید کمتر خب یک اعلام خطریه به ایران چون ایران متکی به صادرات نفتشه برای درآمد قابل ملاحظه ایش و چنانچه یه واقعیت به پیونده در 10 سال آینده کشورهای نفتخیز مثل روسیه یا عربستان یا ایران یا کانادا متکی مواد صادرات مواد خام هستن خیلی زیاد تاثیر قابل ملاحظه‌ای توی اقتصادشون خواهد گذاشت. البته خب این کشورها احتمالاً پیش‌بینی رو می‌کنن و شروع می‌کنن خودشون آماده کردن برای پایین رفتن قیمت نفت و کم شدن تقاضا براش. چون تکنولوژی در حال حاضر خیلی به خوبی نفت رو تولید میکنه و روز به روز ارزونتر تولید میکنه در جاهایی تولید میکنه که قبلا به هیچ وجه امکان نداشت و این پایین رفتن قیمت نفت ظاهرا یه جریان موقتی نیست و در دهه آینده خیلی بدتر خواهد شد و خب یک اعلام خطریه به ایران هم همچنین که انقدر به تولید نفت متکیه. من نمیدونم در ایران چه برنامه خواهند داشت براش. همچنین مشاهده کردید در اینجا قیمت طلا هم پایین اومده و قیمت گندم هم پایین اومده. اضافه این برگردیم به US مارکت همونجور مشتمل میکنی 11 پوند 2 پوند رفته پایین بازم نزدک 19 پوند رفته پایین و S&P 500 بازم همون نزدک بالای 3 پوند با پایین رفته از به طور کلی همه چیز منفیه در حال حاضر. بگذاری فرمایید یه یا کنیم بیدیم که شرکت های مختلف چه کار میکنن. آره این یک لیستی که من در اینجا دارم بیشتر شرکت های تکنولوژی هستن آکامای و یا AMD همه AMD چیپس میسازه آواکو که قبلا یه اسم دیگه داشته شاید اسم دیگه شما داشته باشیم اینجا برادکام بوده برای اسمش برادکام بوده برای اون شده آواکو این هم شرکت تکنولوژی و سهامش هم خیلی گرونه $252 از این برادکام که از اون شرکت های تکنولوژی که از سال 2000 سرکلش پیدا شد و وقتی که برادکام ها داشتن سقوط میگردن و بنکراپ میشدن برشکست میشدن این برادکام برای اون سروایف کرد به جا بود.
حتی این هم دیویدند هم میده 1.59 ولی شرکت محکمیه. بله حتی در اینجا شرکت سنتی مثل جی جنرال الکتریک که خیلی ارزشش بالا بود ولی اخیراً مرتب داره ارزشش میاد پایین. در 52 هفته گذشته 32 دلار بوده الان 24 دلاره، خب 8 دلار پایین اومده. به شرکت خیلی بزرگیه، اجازه بدیم یه اطلاعاتی ازش بگیریم. به طور کلی ارزش شرکت 211 بیلیون دلاره. بهره بانکی خوب، بهره سود سهام خوبی میده 3.94%. البته هرچه ارزش سهامش میره پایین ترین بهره سهامش بالاتر خواهد رفت، چون الان شده 24 دلار 24.38 که امروز هم 1 سنت پایین رفته، هم یه رو تحقیق کرد برای 1 سنت پایین رفته. جای تعجبه که چنین شرکت به اصطلاح قدیمی که هم موتور حرف ما فکر کنم میسازه یکی از بخشاش اینقدر ارزش رفته پایین، به خب شاید وقت خوبی برای خریدنش. بله اینه بکنی تکنولوژی، شرکت های تکنولوژی هستن که مشاهده میکنید، بیشترشون هم مثبتن. این تغییرات امروزشونه، بیشترشون مثبتن، حتی منفی هم دارن توشون ولی بیشتر مثبت هست. اجازه فرمایید یه نگاهی بکنیم به شرکت های گروس استاک که دیگر هم گروس استاک نیستن و جنبه منفی داره. برف از امازون 13 دلار رفته پایین، گوگل 8 دلار پایین رفته. آمازون که جف بزوس به اصطلاح مدیر اجراییشه هول فود رو خریده و برای داره کار گروسونی میشه برای توزیع غذا، خوراک و سبزیجات داره میشه. و از طرف دیگه گوگل و شرکت بزرگی دیگه برکن مورتار که لباس و غذا و چیزایی که میفروشه با هم متحد شدن بر علیه آمازون. گوگل تکنولوژی رو فراهم میکنه و شرکت دیگه بیسی که داره ازش استفاده میکنه، این امکان که در حال حاضر براش وجود داره چون میخوان رقابت کنن با آمازون. ولی خب آمازون مشاهده میکنم که 12 خورده پایین رفته، گوگل هم پایین رفته. همینجور این شرکت هایی بودن که ارزش سهامشون خیلی به شدت بالا رفت و البته منم داشتمشون و چند وقت پیش فروختمشون. احساس خطر کردم و خیلی احساس خطر کردم نسبت به خب 945 رو ارزش سهام میشه، ولی اگر در 12 ماه گذشته نگاه بکنید 710 دلار بوده و تا 1083 رفته بالا. خب این اگه بخواد تا 710 دلار تا 945 دلار هنوز 235 دلار بالا رفته امسال در این 9 ماه، اگه بخواد تصحیح بشه و پایین بیاد خیلی جا داره. در سهامش خیلی گرونه، نمیخوان خیلی ها میخوان ریسک بکنن. فیسبوک رو مشاهده میکنی 1.31 دلار پایین رفته و اپل هم خب 80 سنت پایین رفته، 80 سنت پایین رفته. نتفلیکس که خب بازم خیلی خوب بالا رفته بود، نتفلیکس فیلم سینمایی میسازه ولی خب پخشش هم دست خودشه. همجوری مشتمل میکنید از 93 دلار تا 191 دلار هم رفته بوده بالا ولی الان 167 دلار نسبت به حتی اکثرش پایین اومده. ولی خب یکی از شرکت های تکنولوژیه که بیشتر بالا رفتن سهام بازار سهام رو تأثیرش توی این لیست شرکت ها هستن: فیسبوک، آمازون، اپل، نتفلیکس. البته تسلا اتومبیل برقی می سازه
و از 178 دلار رسیده 386 دلار. بازم مشاهده میکنید که وقتی گروس استاپ یا رشد کرده سهامی که رشد میکنه فقط این دروغ نیست درش، شاید بیشتر دو برابر و نیم، دو برابر همون نزدیک دو برابر بهتره، بیشتر دو برابر اضافه شده در از 9 ماه گذشته ارزش سهامش. البته از اون طرف توییتر رو که خیلی بهش امیدوار بودن مشاهده میکنید که تعرض یا ارزش اتفاق نیفتاده، و همینطور اسنپ چت که بیشتر جوان ازش استفاده میکنن و رقابت میکنه با مایکروسافت اینستاگرام، بعض خوبی نداره و تقریبا 4 دلار از قیمتی که شروع کرد وقتی سامش در اختیار مردم گذاشت، یک شرکت مردمی شد به اصطلاح پابلیک شد، پایین رفت. اجازه فرمایید یه نگاهی بکنیم به شرکت های انرژی که من انتظار داشتم امروز بالا بره به خاطر این طوفان که به تگزاس نزدیک میشه، ولی خب اینجا متناوباً بالا و پایین رفته. به متوشون لیستیه که من دارم از شرکت های نفتی امریکایی، شرکت های و از شرکت های خارجی هم توش هستن، یکیش مثل پی بی آر که شرکت نفت برزیلیه، پی بی آر به امروز دو سنت پایین رفته 9.11 است، برای این شکل 20 دلار هم بود در یک مقطعی، باید در حاضر مشته میکنیم که پایین رفته. شرکتی برزیلی به طور کلی به خاطر مشکلات سیاسی که در کشورشون وجود داره و رئیس جمهوری یک بار عوض کردن و رئیس جمهوری هم که الان هستش بازم زیر متهم به فساده و ایشون هم ممکنه برش دارن از کار و خیلی به اصطلاح دزدی های مالی شده و این باعث شد که تأثیر بذاره روی بازار سهامش به شدت و تمام کمپانی های برزیلی به خاطر همین موضوع زیر فشار رفتن و ارزش سهامشون پایین رفته. البته پی بی آر بذارید من یه نگاهی به این پی بی آر بکنیم. پی بی آر در 12 ماه گذشته 7.61 بوده تا 12.56 تغییراتش بوده، اولا 9 زیاد فرق تغییر نداره، من میدونم خیلی نزدیکه به حد اقلش، ولی خب تو سالهای 2013 تا 2016 تا به 3 دلار هم رسیده بود قیمتش هر سهامش. بگذاریم نزده فرمید برگردیم به صفحه اول، من یه بار دیگه آپدیتش بکنم. بله همونجور مشتمی کنید کاهش داو جونز یه اندکی بیشتر شده ولی خب زیاد فرق نکرده. بله از طرف دیگه در امریکا بازم از اونجا که بهره بانک خیلی پایینه، در آن بهره خونه برف از 3% زیر 14%، این باعث میشه که پول زیاد دست مردم باشه، مردم زیاد پول قرض بکنن و امروز صحبت هایی که من شنیدم بر این اساس بود که این بدهکاری هایی که دارن مردم یا شرکت ها داره افزایش پیدا میکنه و این ممکنه که باعث بحران اقتصادی جدیدی بشه. البته گفته میشه که ممکنه این اتفاق بیفته، ولی از طرف دیگه چون بانک ها برای وام دادن خیلی دقت میکنن و به سادگی وام نمیدن و سعی میکنن مطمئن بشن که پولشون میتونن پس بگیرن و ورشکست یه شرکت یا شخص رو نخواهن شد، چون وقتی شخص یا شرکتی الان ورشکستگی بکنه دیگه پولی که میتونه تمام بدهکاریه که داره نده،
البته این یه رسمی بین بعضی از آدم ها اشخاص که دوست دارن زندگی خیلی خوبی داشته باشن و پول قرض میکنن و خب به سفر میرن و ماشین های گرون قیمت میخرن و غیره، بعضی هم که پول ندارن بدن خب الان ورشکستگی میکنن. ولی خب وقتی الان ورشکستگی کردش شخصی برای مدت طولانی پول قرض کردن بسیار سخت میشه و از اونجایی که در امریکا پول قرض کردن یک مزیتیه که اگه انسان از دست بده خیلی کاراش با مشکلاش با مشکل روبرو میشه، برای خب مردم سعی میکنن ورشکستگی اعلام نکنن، در نتیجه با اون مشکلات هم که ورشکستگی ایجاد میکنه برای گرفتن پول قرض کردن پول روبرو نشن. بله، نکته دیگه ای که در هفته گذشته فکر میکنم بیشتر مطالب صحبت کردیم، البته هفته گذشته اتفاق وحشتناک دیگه ای که افتاد این بود که در بارسلونا یک هسته تروریستی اسلام سیاسی با اتومبیل با یک ون حمله کرده خیابانی که از خیابانهای معروف بارسلونا و 15 نفر کشت. البته اروپا با این مشکل روبروه، ما هر چند وقتی هفته این که چین اتفاق چه میبینیم هسته هایی به سرا انفرادی وجود دارن که مامور امنیتی این کشور اروپایی نمیتونن اونها رو پیدا بکنن. البته یه مقدار من به یاد سالهایی میندازه که مجاهدین و چرک فدای خلق تو ایران به بانک ها حمله میکردن یا ترور میکردن و اون موقع این 40 سال پیش یا بیشتر 45 سال پیش مشکل خاورمیانه بود، ولی خب این الان مشکل اروپا شده. البته در امریکا هم اتفاق میفته ولی دارن در اروپا اونا آسیب پذیرتر هستن چون این جنگ داخلی سوریه باعث شد که مهاجران زیادی وارد بشن به اروپا، حالا میخواد از افریقای شمالی باشه مثل لیبی یا اینکه از سوریه باشه و این اشخاصی هم که اسلام سیاسی و معتقدن که بعد اسلام غالب بشه و همه جا خب دست به این آدم ها میزن. بله، از فرمون یه نگاهی دیگه بکنیم در آخرین دقایق بازار سهام. همونجه مشاهده می فرمایید الان در حال حاضر از من دوباره آپدیتش کنم، شاید یه تغییری کرده باشه و یه تغییر قابل ملاحظه نیستش. بله، خیلی کمتر شده در آن کارش ها منحنیار هم که نمیدید همینجوری بالا پایین میره. البته در حال حاضر ساعت به وقت نیویورک 12:59 است و 3 ساعت دیگه بیشتر از بازار سهام باز خواهد بود. البته بعد از اینکه بازار سهام در نیویورک بسته میشه در یه کشورهای دیگه ای هستن که من دقیقا اسمش نمیدونم بازه، افتر مارکت بهش میگن، که بیشتر خبرها و گزارش های خیلی مهم بعد از اینکه بازار سهام در نیویورک بسته میشه اعلام میشه، مثل مثلا شرکت چقدر سود برده، چقدر ضرر کرده یا چه تغییرات قابل ملاحظه‌ای درش اتفاق افتاده. و کسانی که میتونن در اون بازار افتر مارکت به اصطلاح سهم خرید و فروش بکنن حقیقی امکانات خاصی که باید در خرج بیشتری داره، در این امکان وجود داره. در صورت ساعت 10 صبح وقت من تموم شده، من امیدوارم که این برنامه برای بینندگان و شنوندگان گرامی قابل استفاده بوده باشه. به امید دیار تا هفته آینده. جناب بهبهانی بدرود. هر حال زیاد